سلام دوستای خوبم، امیدوارم حالتون خوب باشه. با یه آموزش دیگه در خدمتتون هستم. توی این آموزش طبق درخواستای زیادی که از طرف خیلی از عزیزانی که از من خواسته بودن طرح پکینه روی پلی‌استر رو بهشون یاد بدم، اومدیم که تا با هم حالت پکینه سنگی کردن یه مجسمه پلی‌استری رو یاد بگیریم. بریم با هم انجام این آموزش رو ببینیم. قبل از رنگ کردن هر وسیله‌ای که دارید، حالا چه مجسمه باشه، ظرف شکلات خوری باشه یا سینی و هر وسیله دیگه‌ای که باشه با هر جنسی که باشه، اول اون وسیله رو با یه دستمال نمدار خوب تمیزش کنید تا خاکش گرفته بشه. اگه این کارو نکنید و رنگ کردن رو شروع کنید، روی رنگتون یه دونه‌هایی ایجاد میشه. پس بهتون توصیه میکنم که حتما وسیله هاتون رو با دستمال نمدار خوب تمیزش کنید تا خاکش رو بگیرید. من مجسمم رو با یه دستمال نمدار تمیزش کردم و خاکش رو گرفتم. حالا با استفاده از رنگ اکریلیک مشکی مجسمه رو رنگ میکنید، جوری که دیگه رنگ زمینه مجسمه مشخص نباشه. برای رنگ کردن از یه قلموی زمینه بزرگ استفاده می‌کنیم که کل مجسمه رو بتونیم زودتر رنگ کنیم. اما جاهایی که داره ریزه‌کاری هست رو از یه قلموی تخت استفاده می‌کنیم و به حالت دورانی رنگ می‌کنیم تا کامل با رنگ پوشیده بشه. وقتی کل مجسممون رو رنگ کردیم، میذاریم کامل خشک بشه و نباید اصلا حالت مرطوب و نمدار داشته باشه. زمانی که مجسمه خشک شد، اگه دیدید یه جاهایش هنوز سفید باقی مونده، یه دسته دیگه مجسمه رو با رنگ مشکی رنگش کنید و بذارید مجسمتون کامل خشک بشه. تو مرحله بعد رنگ سفید و رنگ مشکی رو به نسبتی با هم ترکیب می‌کنیم که خیلی تیره یا خیلی روشن نشه و یه رنگ خاکستری به دست میاریم. یا حتی میتونید رنگ خاکستری رو بخرید. توی این مرحله رنگ خاکستری رو با یه قلموی زمینه خشک به حالت تاچ روی مجسممون می‌زنیم. وقتی میخوایم رنگی رو به حالت تاچ روی وسیله‌ای بزنیم، حتما باید کنار دستمون یه کاغذ یا مقوا داشته باشیم تا بتونیم اضافه رنگ یا به اصطلاح زهر قلم رو بگیریم. من یه کاغذ کنار دستم گذاشتم
حالا قلمو رو به حالت ضربه‌ای توی رنگ میزنم و زهر قلم رو روی کاغذ میگیرم. بعد قلمو رو به حالت نرم روی مجسمه میکشم. چون نمیخوام با رنگ خاکستری کل مجسمم رو بپوشونم و فقط میخوام بعضی جاها رنگ خاکستری رو به خودش بگیره و رنگ زمینه مشکیم هم مشخص بشه. کل مجسمه رو با این روش و به صورت تاج با رنگ خاکستری رنگ میکنیم و وقتی کارمون تموم شد میذاریم کامل کامل خشک بشه. رنگ خاکستری روی مجسممون خشک شد. توی این مرحله همون روش مرحله قبل رو با استفاده از رنگ سفید انجام میدیم. یعنی قلموی خشکمون رو میزنیم توی رنگ سفید، بعد زهر قلم یا همون اضافه رنگ رو روی کاغذ میگیریم و به حالت تاج روی ظرفمون میزنیم. جوری که هم رنگ خاکستری و هم رنگ مشکی زمینمون تا حدودی مشخص بشه. و رنگ سفید فقط روی بعضی از قسمت‌ها خودشو نشون بده. سفیدمون رو که زدیم میذاریم کارمون مجدداً خشک بشه و وارد مرحله بعد بشیم. توی این مرحله چون میخوام دور چشم جغدم یکم متفاوت بشه و حالت خاکی داشته باشه، از رنگ اوکر استفاده میکنم و همون روش قبلی رو با استفاده از رنگ اوکر و خاکستری و سفید تکرار میکنم. به این صورت که اول قلموی خشکم رو میزنم تو رنگ اوکر، بعد خاکستری و سفید و یه رنگ خاکی ایجاد میکنم و زهر قلمو رو میگیرم و دور چشم جغدم به حالت تاچ میزنم و میذارم کارم خشک بشه.
کارم خشک شد، دور مردمک چشم جغدم هم در آخر مشکی میکنم. الان تونستیم مجسمه‌مون رو به حالت پتینه سنگی با هم رنگ کنیم. خب، دیدید که برای پتینه کردن این مجسمه که من این مجسمه رو جفت انتخاب کردم، می‌تونیم با استفاده از رنگ اکریلیک و به صورت خیلی ساده اون رو به حالت پتینه سنگی درآوریم. امیدوارم از این آموزش لذت برده باشید. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.